هستیم. دوستان عزیز سلام، و که دیگه از درس های ریاضی خوش آمده. عنوان درس است که حل معادلات همزمان درجه اول بخش چهارم. Solving First Degree Simultaneous Equations Part 4. تمرین چهار، معادلات زائر را حل کنید. معادله است که x جمع y مساوی به 10 و xy مساوی می شود 24. اینا اگر این به شکل تعویض و یا به شکل افنا و یا اشکال دیگر را کنیم، امکانات عزیز که معادله مغلق‌تر شود، پس سرش فکر میکنیم از اگرای دیگر که آسان شود، اویست که با استفاده از مطابقت شانزده، اگر در درس های قبلی مراجعه کنیم که مطابقت شانزده در کجاست، یعنی در درس 110، اگر در درس 110 مراجعه کنیم، یعنی درس قبلی، مطابقت 116 که عبارت است از نتایج یا نتیجه مطابقت نتایج مطابقت یک و دو. در اونجا که مراجعه کنیم میبینیم که x منفی y کل به توان دو مساوی با x جمع y با توان دو منفی 4 x y. یعنی ببین که درس های ریاضی یکی با دیگر ارتباط دارن. یعنی ما درس قبلی اگه یاد داشته باشیم کار آسان میشه. پس از اینجا میگیم که x منفی y کل به توان دو مساوی میشه و x جمع y مساوی به بلاد معادله چیست؟ x جمع y مساوی میشه به 10 به توان دو منفی 4 xy مساوی می شود 24، کی مساوی می شود 10 به توان 2، 10 ضرب 10 می شود که 100 منفی 4 24 96، 100 منفی 96 مساوی می شود 4. یعنی در نتیجه x منفی y کل به توان 2 مساوی می شود 4. و همچنان در درس های گذشته ما شما دیده بودیم که اگر دو طرف معادله را ضرب این عدد یا تقسیم یا منفی یا هر چی که کنید، هر دو طرف معادله را اگر این عملیات سرش اجرا کنید اشتقی نمید، پس هر دو طرف معادله را چی میگیم؟ جزم میگیم. بخاطر اینکه مربع باید از بین بره، در غیر معادله درجه دو میباشه که به درجه اول تبدیل شود.
این طرف هم جذر میگیریم، طرف هم چی میگیریم؟ جذر مربعش میگیریم. این جذر با توان دو اختصار میشه، یعنی جذر خودش توان یک بر دو است و توان دو، یعنی میمونه که از اینجا میمونه که x منفی y، x منفی y مساوی میشه با جذر 4 2 میشه. هرچند میشه که جذر 4 مضبوط منفی 2 هم شده میتونه، مگر چون معادله یا درجه یک است پس یک x منفی y مساوی با 2 هم یک جذرش هم کار داره. اینجا برای ما چی شد؟ x منفی y مساوی با 2 یک معادله داد. این حالا یک معادله را از اینجا بگیریم که عبارت است از x جمع y مساوی میشه با 10 و معادله دوم است که x منفی y مساوی با 2. یعنی دو معادله را به شکل الجبری جمع میکنیم که مثبت y با منفی y اختصار میشن، خلاص میشه. اینجا میمونه x جمع x 2x مساوی میشه با 10 جمع 2 12. اینا را از دو طرف معادله را تقسیم دو میکنیم که از اینجا x مساوی میشه با 12 تقسیم 2 6. قیمت x پیدا شد. معادله یک درجه که دو مجهول است، یعنی یک مجهولش x است که مساوی شد با 6. این حالا به خاطر پیدا کردن مجهول دوم که عبارت از y است چی میکنیم؟ قیمت x در یکی از این معادلات اول یا دوم یا یکش میگذاریم. فرضا در این معادله میگذاریم که x جمع y مساوی میشه با 10. از اینجا عوض x قیمت چی میگذاریم که x مساوی با 6 است. 6 جمع جمع y مساوی میشه با 10. اینا از اینجا چی میکنیم؟ y خودش رو میبریم این طرف و 6 قیمتش رو به طرف راست میبریم. وقتی که بردیم مثبت از منفی میشه، یعنی 10 منفی 6 که مساوی میشه با 10 منفی 6 4، یعنی y مساوی شد با 4. یعنی در این معادلات قیمت x مساوی برآمد با 6 و y مساوی برآمد با 4. پس از سر تکرار میکنیم، معادلات زیر را حل کنید. x جمع y مساوی با 10 و x y مساوی با 24 با استفاده از مطابقت 16 که در درس 110 است، که او عبارت است از نتایج مطابقت 1 و 2 که میگذاریم که x جمع منفی y کل بتوان 2 مساوی میشه و x جمع y کل بتوان 2 منفی 4x و ای فرمول است. این حال x منفی y بتوان 2 مساوی میشه با x مثبت y. x مثبت y چیست؟ 10 است. 10 بتوان 2 منفی 4x و x y چیست؟ 24. قیمت هایش رو میگذاریم. 10 بتوان 2 میشه 10 ضرب 10 100 و منفی 4 ضرب 24 میشه که 96. 100 منفی 96 مساوی میشه با 4. این حال از اینجا x منفی y کل با توان 2 مساوی میشه با 4. با خاطر که از توان 2 خلاص شد و برعکس توان جذر سر دو طرف معادله رو میتونیم که ضرب تقسیم و جذر و تفریق مثبت عین عملیات اگر از بالا طرف معادله ما شما انجام بدیم هیچ کدوم فرق نمیه. پس این طرف هم جذر دو میشه میگیریم و جذر مربع میشه و طرف راست و چپ میشه. پس جذر به مربع خلاص میمونه x منفی y و جذر 4 مساوی میشه با 2، یعنی 2 ضرب 2 4 میشه. پس اینجا دو معادله داریم، یک معادله است که x جمع y مساوی با 2 و دیگه است که x منفی y مساوی با 10 مساوی با مثبت 2.
هر دویش به شکل الجبری جمع میکنیم، مثبت وای با منفی وای اختصار خلاص میشه. اینجا میمونه که x جمع x 2x مساوی با 10 جمع 2 12. اینا را دو طرف معادله تقسیم دو میکنیم که اینجا تنها 2 به 2 خلاص، تنها چی میمونه؟ x. x مساوی میشه با 12 تقسیم 2 6. پس قیمت 6 در یکی از معادلات، این معادله در این معادله در کنیم که خواستیم میگذاریم قیمت y با دسمه x جمع y مساوی با 10 ایواز x 6 است. قیمت 6 جمع y مساوی با 10 قیمت y این طرف میگذاریم، x 6 رو به طرف راست میگوردیم ایواز که مثبت باشه منفی میشه، یعنی 10 منفی y مساوی بشه با چی؟ 4. پس y مساوی شد با چی؟ 4. یعنی در این معادله قیمت x مساوی با 6 برآمد و y مساوی با 4. خدا کنه که از این درس خوشتون آمده باشه. اگه خوشتون آمده لطفاً لایک کنید و همچنان با فامیل و دوستا شریک بسازین. تشکر از نظریات زیبای قبلیتان و منتظر نظریات و کامنت‌های بعدی شما عزیزان می باشم. کسانی که ویدیو رو میبینن و هنوز تا حالا سابسکرایب نکردن، لطفاً چینل رو سابسکرایب کنن و اگر میخواین که از ویدیوهای بعدی استفاده کنین، لطفاً علامه زنگوله رو فشار بدین. برای شما عزیزان شب و روز خوش میخوایم. خدا حافظ و ناصرتان.